السلام یکی دیگر از نامهای الله تعالی. السلام یعنی سلامتی، تندرستی و صحتمندی. السلام یعنی مبرا و بری بودن و پاک بودن از هر گونه آفت ظاهری و باطنی. به همین خاطره که به بهشت دار و سلام میگن. چرا؟ چون که در بهشت هیچ گونه مریضی، بیماری، درد، رنج، غم، مشکل، مصیبت و بلای وجود نداره. الله متعال ذات السلامه که برای انسان سلامتی میبخشه. این سلامتی ممکن سلامتی جسمی باشه، ممکن سلامتی روحی و روانی باشه. الله متعال قادره که انسان را از مریضی های جسمی رها ساخته و برای از او تندرستی نصیب بکنه و بالمقابل باز مریضی های روحی از اون هم درمان کرده و برای از او صحتمندی روحی و روانی نصیب بکنه. ببینین در زندگی انسان های هستن که خود را بر راه ذات السلام موقوف میسازن، به همه را قدم برمیدارن، آنچه که الله متعال گفته انجام بده، اوامر الله متعال اونا به شکل درست انجام بدن و آنچه که الله متعال گفته انجام نده، نواهی الله تعالی، باز اونا انجام نمیدن، حتی که به سمت از اونا قدم بر نمیدارن و نزدیک هم نمیشن. این کسایی که خود در راه ذات السلام موقوف ساختن و تقوا پیشه کردن، باز هیچ وقت درد و متاعب و رنج ها برای از اینا نمیرسه. چرا؟ چرا که اینها در راه ذات السلام قرار دارن و در این را قدم برمیدارن و کسی که در راه الله تعالی که ذات السلام و سلامتی رو میده قدم برمیداره، بدون شک قطعا و یقینا که او از هر گونه آلام و آفت ها و درد ها و رنج های جسمی، درونی و بیرونی رهایی پیدا میکنه. اما انسان های دیگه هستن که باز راه الله تعالی را در نظر نمیگیرن، راه میرن جز راه الله تعالی، اوامر الله تعالی در نظر نگرفته و به سمت نواهی ان قدم برمیدارن و با بیخردی تمام و به گونه عمدی و قصدی میرن به سمت نواهی نزدیک شده و او کارها را به شکل نادرست و غیر اخلاقی و زشت از اونا به انجام میرسانن. به همین قسم وقتی که انسان ها در ای را قدم برمیدارن، باز آفت ها و مصیبت ها و بلاها و مشکلات نصیب از اینا میشه. چرا؟ چون که اینها راه خود را از ذات السلام جدا ساختن. و چه کسی راه خود را از ذات السلام جدا بسازه و باز توقع و انتظار ایر داره که الله متعال برای از او سلامتی بده و این سلامتی هم جسمی باشه و هم سلامتی روحی. بنان کسی که در راه ذات السلام قدم برمیداره بر اساس فطرت خود قدم برمیداره و برنامه در زندگی خود خوب چیده که در حقیقت او برنامه بر اساس طبیعت از او پران ریزی شده. اما کسانی که برخلاف راه ذات السلام قدم برمیدارن، باز اونا راه را پیشه میکنن و به جای قدم برمیدارن و کارهای را انجام میدن که در حقیقت در خلاف فطرت از اونا قرار داره. مثل اینه که یک فرد تصمیم بگیره برای رفع تشنگی خود خو از نان خشک استفاده بکنه. خب طبیعیه این فرد نه تنها ای که به موفقیت و پیروزی در زندگی خود خو دست پیدا نمیکنه، باز موجب هلاکت و بدبختی خود خو شده و خود را به فنا میده. حالا این انسان هایی که راه ذات السلام در پیش نمیگیرن و کارهای نادرست و نامناسب و نامطلوب را انجام میدن، آنقدر پیش میرن که از درون خود را ویران میکنن و این قسم تصمیم میگیرن و کارهای انجام میدن که بعداً ثروتمندی خود در فقر دیگران میبینن و با سلامتی خود در مریض بودن و بیمار بودن دیگران میدانن، کار داشتن و شغل داشتن و عرفه داشتن خود در بیکاری دیگران میبینن و باز رونق و سود و فایده در تجارت خود در ضرر و خسران و زیان دیگران میبینن. اما انسان هایی که راه ذات السلام در پیش می گیرند متفاوته. اینها ثروتمندی خود در ثروتمندی برادران و مسلمان خود می بینند، سلامتی خود در سلامتی برادران و مسلمان خود می بینند، سود و فایده خود در تجارت در سود و فایده برادران خود می بینند. بنابراین زندگی انسان مسلمانی که در راه ذات السلام قدم بر بداشته با زندگی برادر مسلمان از او یکیه و مدقمه. ضرر یکی دیگه و فایده یکی دیگه. حالا انسان مسلمان باید متوجه باشه، برنامه ذات السلام در زندگی خود خود در نظر بگیره. باور بکنین اگر فرد با همسر خود خود اما قانون ذات السلام
پیاده بکنه با همسر خود خو در حقیقت در سلامتی کامل زندگی خود را به پایان برسانه. اگر کسی برنامه ذات السلام در تربیت فرزندان خود در نظر بگیره، سخنان از او تاثیرگذار شده و میتونه که فرزند خود خود به وجه احسن از او تربیت بکنه. اگر شخص برنامه ذات السلام در تجارت و شغل و عرفه خود خود در نظر بگیره، تجارت از او آنقدر فایده بکنه که اصلا در ذهن از او خطور نکنه و متعجب و شگفت زده بشه از این قدر فایده ای که الله متعال نصیب از او ساخته. بنابراین انسان مسلمان بعد این برنامه ذات السلام در زندگی خود خود در نظر بگیره. این ذات السلام و مصادیق و مؤلفه ها و شاخص هایی که از این ذات و از این نام الله تعالی نشأت میگیره میتونه ارکان متفاوت داشته باشه. یکی السلام مع نفسک، سلامتی با نفس. انسان مسلمان باید بر اساس قانون الهی، خداوند چیزی گفته بخور بخوره و آن چیزی که گفته نخور نخوره. آنچه که الله متعال گفته انجام بده انجام بده و آنچه که الله متعال گفته انجام نده انجام نده. و او وقتی که در سلامتی مطلق نفس و جسم خود خود به سر میبره. یکی دیگه السلام مع الله، سلامتی با الله متعال. و پیش بیشتر از ما شاید سوال خلق بشه که چگونه ما با الله متعال در سلامتی مطلق به سر ببریم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وقتی که ما ایمان داشتیم و در کنار ایمان داشتن در راه رفتن به ذات از این راه ذات السلام استقامت ورزیدیم، باز ملائکین الله متعال نازل میکنه و برای از اینا چی میگه؟ الا تخافوا، که شما نترسین، ولا تحزنوا، غم نخورید. مهمترین چیزی که میتونه که سلامتی روحی و روانی انسان خراب بکنه دو چیزه، یکی خوف ترس و یکی هم حزن و اندوه. به محض ازی که یک کدام از اینا در زندگی انسان و مسلمان بیایه، او سلامتی روحی خود را از دست میده. به همین خاطر الله متعال به کسایی که ایمان دارن و در راه ایمان داشتن استقامت میبرزن، باز برای از اونا میگه که شما نه ترس دارین و نه هم حزن و اندوه و غمه و در آرامش مطلق زندگی خود را به سر میبرین. یکی دیگه از ارکان و مصادیق اینا السلام مع من حولک، سلامتی امرا با کسایی که در اول و اوش و اطراف ما زندگی میکنن. به چی معنا؟ اینه که تمام اشخاصی که در کنار ما زندگی میکنن از دست ما، از کار ما، از زبان ما در امان باشن. همینه که یکی از تطبیقات عملی اینام اینه که همون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در حقیقت مسلمان کسیه که دیگر برادران مسلمان از او از دست زبان و از دست از او و از کارهای از او در امان باشند. اما اگر مسلمان از زبان ما و از دست ما در امان نبود و ضرر و اذیت متوجه از او میشد، باید متوجه باشیم که ما در حقیقت سلامتی خود را هم تخریب ساختیم و سلامتی برادر مسلمان خود را هم تخریب ساختیم. یکی دیگه از ابعاد مهم اینام اینه که انسان و مسلمان وقتی که در جوامع دیگه زندگی میکنه، این سلامتی بعد به گونه کامل و مطلق از او به نمایش بگذاره. وقتی که انسان در راه ذات السلام قدم برمیداره و مسلمانه و در دینی به نام اسلام قرار داره که از مشتقات اینامه، باید که نمایندگی خوبی از این دین در دیگر جوامع داشته باشه. دقیقا مثل یک سفیر، وقتی سفیر به نمایندگی از یک کشور به کشور دیگه میره، چقدر در قدم برداشتن خود متوجه، چقدر در غذا خوردن خود متوجه، چقدر در حرف زدن خود خود متوجه، چقدر در لباس بتن کردن خود خود متوجه و در لباس پوشیدن خود متوجه، اینها همه نشان میدم که ای باید نمایندگی خوبی بکنه. اگر به محض ای که کار نادرستی انجام بده، ای کار نادرست در حقیقت تأثیر از ای کار غیر اخلاقی و زشت روی مطبوعین دولت از هم تأثیر میگذاره. وقتی که کار نادرستی انجام بده، در حقیقت نمایندگی میکنه از فرهنگ و ارزش های کشور خود. بنابراین انسان مسلمان در هر جایی که هسته باید درست قدم برداره و مانند یک سفیر درست لباس بپوشه، درست حرف بزنه، درست کار انجام بده، درست غذا بخوره تا ای که او نماینده خوب از فرهنگ و دین مبین اسلام باشه. بنان از الله متعال آرزومندیم و تقاضا میکنیم که ما در این راه خود خود که راه سلامتی قرار داشت بده و در کنار استقامت نصیب ما بسازه.